با قسمت هشتم لغت 504 همراه باشیم و 12 تا لغت جدید و تقریبا سطح بالای دیگر رو با ما یاد بگیریم، پس تا آخر این ویدیو لطفاً همراه ما باشیم. هستم و خوش اومدیم به قسمت هشتم 504 واژه ضروری. امیدوارم که هفته قسمت قبل رو دیده باشین، لغتاشو یاد گرفته باشین و برای 12 تا لغت امروز کاملا آماده باشین. البته today at the end of this video I've got a very big surprise for you guys. آخر این ویدیو سورپرایز بزرگ براتون دارم، البته نمیشه گفت بزرگ، ولی سورپرایز جدید هستش که لطفاً تا آخر ویدیو همراه ما باشین. اما اگر که دکمه قرمز سابسکرایب روش کلیک بکنین و زنگوله بغلش رو هم بزنین، شما همیشه اول نفری خواهیم بود که ویدیو ما رو میبینین، لذت ببرین و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد میگیرین. خب بدون هیچ گونه صحبت دیگه ای بریم سراغ 12 تا لغتی که امروز میخوام بهتون درس بدم. The first word is to exaggerate. To exaggerate means to make something appear or seem bigger than what really is. یه چیزی رو باعث بشین که به نظر بیاد یا ظاهر بشه بزرگتر از اون چیزی که واقعا هست. یه جورایی تو فارسی دقیقا همین کلمه exaggerate رو به کار میبریم. میگیم چی؟ اگزاجره کردن. اینقدر اگزاجره نکن. اینقدر اغراق نکن. پس اغراق کردن یا یه چیزی رو از اون چیزی که واقعا هست بزرگتر نشون دادن. The threat attack has been greatly exaggerated. The threat attack has been greatly exaggerated. میگه که اون حمله تهدیدآمیز به صورت خیلی بزرگ و خیلی زیادی اغراق شده بود، اگزاجره شده بود. بچه این قالب این جمله پسیو هست که من خدا شد اکتیو و پسیو رو به صورت کامل بهتون یاد دادم. میتونین بریم توی ویدیو اکتیو و پسیو ببینین قالب جمله چجوری ساخته میشه. خب نمبر 2، don't exaggerate. It wasn't that expensive. Don't exaggerate. It wasn't that expensive. اینقدر اگزاجره و اینقدر مبالغه اغراق نکن. اونقدرها هم گرون نبود. مثلا آخ مثلا خانم با آقای میرن توی جولری استور یا جواهر فروشی، بعد میان بیرون خانم میگه چرا برام نخریدی؟ مثلا من اون I really like that necklace، من واقعا اون نکلس اون گردنبند دوست داشتم. بعد آقای میگه come on honey، come on sweetie، that was too expensive، خیلی گرون بود. بعد تنه میگه come on don't exaggerate، it wasn't that expensive، اونقدر هم گرون نبود، اغراق نکن. این میتونه یه مثال خوب باشه. Number 2. Bacha, listen carefully to the number 2 pronunciation. It has two pronunciations. به pronunciation دومی نگاه کنین، دقت کنین. ببینید چه جوری میگم، دو تا داره. یکیش British English هستش که میگه amateur و American Englishش میگه amateur. So, amateur British English, amateur American English. پس بچه ها پرونانسیشن بریتیشش و انگلیسیش رو بهتون یاد دادم، توی امریکنش رو بهتون یاد دادم. توی امریکن این قسمت صده چ میده، توی بریتیش انگلیش همین ت صدا میده. So amateur برای بریتیش انگلیش، amateur برای امریکن انگلیش صده چ میده، amateur. خب بچه ها توی فارسی بازی لغت خدا رو شکر استفاده میکنیم. دیدید میگن طرف آماتوره؟ خب حالا ممکنه ما آماتور رو به معنی تو فارسی برای به معنی مبتدی یا مثلا کسی که خیلی پیشرفته نیست استفاده کنیم، ولی amateur or amateur in English means when somebody is amateur that person does things for fun and not professionally. وقتی یه کسی توی انگلیسی میگیم آماتوره یا amateur هستش، یعنی یه کار رو برای خوش، یعنی برای فانش، برای اینکه فقط سرش رو گرم کنه چیز میکنه انجام میده و خیلی حرفه‌ای توش رفتار نمیکنه. For example, he was an amateur singer until the age of 40 when he turned professional. He was an amateur singer until the age of 40 when he turned professional. میگه که اون تا سن 40 سالگی until the age of تا سن 40 سالگی
یک خواننده آماتور بود، یه خواننده میتونیم بگیم مبتدی بود، یه خواننده بود که خوانندگی رو خیلی جدی انجام نمیداد. When he turned professional، دیگه از 40 سالگی به بعد پروفشنال شد، حرفه‌ای شد. خب بچه amateur singer میتونیم برای هر شغلی قبلش amateur بذاریم. اگه بگیم مثلا he is an amateur sales person، میتونیم بگیم این یه فروشنده مثلا آماتور هستش. میتونیم برای هر شغلی قبلش amateur رو بذاریم که میشه collocationش. تو بالایی هم یادم رفت بهتون بگم بچه greatly exaggerated چیزمون بود، collocationمون بود، خیلی زیاد اغراق کردن. خب number three is such a good word. Number three چه لغت خوبیه. Listen to the pronunciation carefully. Mediocre بچه ها mediocre نخونینا، نگاه کنین. Mediocre means very basic. When something is mediocre, it's not very special. Or it's not something which makes people surprise. وقتی یه چیزی mediocre هست، یه چیزی basicه. It's basic, it's normal. یه چیزی normalه. Everybody can do this. همه میتونن انجامش بدن و باعث surprise مردم نمیشه. پس mediocre means معمولی. یه چیز عادی. خب؟ بریم سراغ مثالش. After reading my composition, Mr. Evans remarked that it was mediocre and I should do better. خب after reading my composition، بعد از اینکه انشام رو یا متنم رو مقالم رو برای معلمم خوندم یا خوندم، Mr. Evans آقای ایوانز remarked این موضوع رو به یا یادآور شد یا این موضوع رو بیان کرد که it was mediocre and I should do better، که اون یه چیز عادی و معمولی بود and I should do better و باید بیشتر بهتر انجام بدم یا بیشتر سعی خودم رو بکنم. Number two, parents don't want their children to go to mediocre schools. Parents don't want their children to go to mediocre schools. والدین نمیخوان که بچه هاشون برن به مدارس معمولی و خیلی عادی. That's something true. واقعی هستش. بچه راستی یه نکته بهتون میگم. اگر میخوام یه ذره پرونانسیشنتون بهتر بشه و جملاتون راحتتر و فلوئنت‌تر بگین، سعی کنین این جمله هایی که من دارم براتون میخونم، چون بار اول میخونم معنی نمیکنم، فقط از روش میخونم، سعی کنین پاس کنین، ادای منو درارین، هر چیزی که میشنوین رو تکرار بکنین. یه تکنیک خیلی خوب خواهد بود براتون. Number four, variety. عجب لغتی. بچه when you see a variety of things means that you can see or there are different types of that thing or different kinds of that thing. وقتی میگیم variety، وقتی میگیم یه چیزی variety داره، یعنی گونه ها و تنوع های مختلفش رو میتونیم ببینیم. پس variety means تنوع. حالا ببینید، you can find a wide variety of food here. Collocation رو برو تو کارش. You can find a wide variety of food here. Collocation رو توی essay IELTS، تو speaking، تو هر جا که بخوای، تو دانشگاه، کالج، اینو استفاده کن، خیلی قشنگه. مطمئنم بارها شنیدینش. A wide variety of something. A wide، ببینین، a wide variety of something یعنی تنوع زیاد، رنج تنوعی زیاد در یک چیزی. مثلا الان a wide variety of food یعنی تنوع‌های مختلف غذایی. A wide variety of animals، گونه‌های مختلف حیوانی. مثلا in this zoo there are a wide variety of animals، توی این باغ وحش تنوع‌های مختلف و گونه‌های مختلف حیوانی دیده میشه. پس تنوع‌های مختلف از واید یعنی وسیع. پس تنوع وسیع یا زیاد یک چیزی. پس به جای این فود هر چیزی میتونیم بذاریم. کالوکیشنش چیه؟ واید variety of. A wide variety of. حالا اونور هر چیز میخواستیم. میتونیم اینجا تنوع مختلف غذایی رو پیدا بکنیم. Number two. He faced، بچه ها اینجا من یه چیزی رو احتمالاً، آره دیگه این گذشته است، من دیشو یادم رفته بنویسم. He faced some unforeseen problems because of
variety of reasons. He faced, اون مواجه شد. Some unforeseen problems, unforeseen تو درس قبلی بود. یه سری مشکلات از قبل پیش بینی نشده، پس اون با یه سری مشکلات از قبل پیش بینی نشده مواجه شد. نکته نکته نکته. ما در فارسی میگیم مواجه شدن با چیزی، ولی تو انگلیسی میگی مواجه شدن چیزی، یعنی حرف اضافه یختی. اوکی؟ پس face something preposition نداره. It doesn't have any kinds of prepositions. پس to face something با چیزی مواجه شدن. So he faced some unforeseen problems. تعدادی مشکلات از قبل پیش بینی نشده رو باهاشون مواجه شد. Because of variety of reasons. به خاطر دلایل متنوعی. Variety of reasons. تنوعی از دلایل یا دلایل متنوعی. اون تنوع دلایل رو من انگلیسی یعنی لغت به لغت براتون معنی کردم. Number 5 valid. بچه نگاه کن valid. خب نمیگیم valid. اوکی valid means when something is valid it's reasonable and true, it's based on facts. وقتی یه چیزی ولیده یعنی واقعیه، درسته، بر اساس حقایقه، دیگه چی مثلا معتبره، دقیقاً معتبره. ببینیم که مثالاش چیه. My way of thinking might be different than yours, but it's equally valid. My way of thinking might be different than yours, but it's equally valid. بچه ها میتونید این جمله رو از اینجا تا اینجا تا اینجا خب؟ تا اینجا تو دفترتون بنویسین. معنیش یعنی چی؟ What is the meaning of my way of thinking might be different than yours؟ یعنی ممکنه طرز تفکر من با تو فرق بکنه. خب حالا اینجا چون ادامه داره جملمون، ببین اینتونیشن من چه جوری میشه، ببین صوت صدامون. ممکنه طرز تفکر من با تو فرق بکنه، اما it's equally valid، ولی به صورت مساوی معتبره، یعنی هم نظر تو معتبره که گفتی، هم نظر من که گفتم، با اینکه متفاوته اما از اعتبار یکسانی برخورداره. اینجوری میخواد بگه So my way of thinking might be different than yours but it's equally valid. بچه اینتونیشن رو میبینی، rise and fall میره بالا میاد پایین. Number 2 don't bring more excuses. دیگه چیز نکن، توجیه زیادی نیار. Don't bring more excuses. Give me a valid reason. یک دلیل معتبر و مثلا reasonable منطقی و درست به من بده. پس اینجا equally valid شد collocationمون، اینجا میشه a valid reason. یعنی یک دلیل منطقی، یک دلیل درست، یک دلیل معتبر. Don't bring more excuses. Give me a valid reason. دیگه توجیه واسم نیار. یک دلیل منطقی، دلیل معتبر به هم بده. و آخریش. For the experiments to be valid, it's essential to record the data accurately. For the experiment to be valid. برای اینکه این آزمایش، experiment بچه تو لغتهای قبلی داشتیم، تو حالا نمیدونم دوم سوم کدوم بود، برای اینکه آزمایش valid باشه، معتبر باشه، درست باشه، it's essential هم داشتیم، واجبه که یا لازمه که to record هم داشتیم که ضبط کنیم، the data هم داشتیم، اطلاعات رو accurately به صورت دقیق. این هم داشتیم. میبینی تو یه جمله خوندی، حالا مثلا این جمله رو تو صحبت‌های استادت میگه، استادت میاد بهت میگه که you gotta do this experiment، باید این آزمایش رو انجام بدین، بعد حالا میاد میگه که I'm gonna give you extra information، میخوام بهتون اطلاعات اضافه بدم. مثلا for the experiment to be valid it's essential to record the data accurately. برای اینکه اکسپریمنتی که میخواین الان بهتون دادم انجام بدین ولید باشه، معتبر باشه، لازمه که تمام اطلاعات رو به صورت دقیق ضبط کنین. خب 5 تا بریم، 7 تا لغت دیگه مونده یاد بگیریم، برگردیم با هم. خب بریم سراغ تخته دوم. And the sixth word is to survive. Survive has two syllables and the stress is on the second syllable. To survive is a verb. To survive یک فعل. And it means to continue living or continue existing. Means زنده ماندن.
It was uncertain whether we could survive that torrent rain. It was uncertain whether we could survive that torrent rain. میگه که خیلی مطمئن نبودیم که یا خیلی معلوم نبود که میتونستیم اون بارون خیلی شدید و سیل آور رو از توش جان سالم بدر برم، یعنی بتونیم بعد از اون بارون شدید زنده بمونیم. بچه بهتون گفتم بعضی وقتا لغت به لغت معنی کردن ممکنه اصلا معنی نده، and it may sound weird، ممکنه معنی عجیب غریب بده. پس الان من اولین معنی که براتون اینجا کردم لغت به لغت نه، ولی معنی لغت به لغتش اینجوریه: مطمئن یعنی معلوم نبود که، قطعی نبود که ما بتونیم زنده بمانیم از اون باران خیلی شدید و سیلابر. تورنت هم توی جلسه قبلی، توی درس قبلی داشتیم. These plants can't survive in very cold conditions. این گیاهان نمیتونن توی شرایط خیلی سخت زنده بمونن. خب پس to survive a situation means از یک موقعیتی زنده موندن یا جان سالم به در بردن. Number 7. Weird. بچه weird has one syllable and one syllable no stress. یه لغت one syllable استرس نداره. Look, weird. و متاسفانه تو کتاب 504 که ترجمه فارسی شده براش استرس گذاشته، این استرس نداره guys. And it's an adjective. And means when something is weird, something is unusual, something is not normal. وقتی یه چیزی weirde، یه چیزیه که غیر معموله یا عجیب غریبه، میتونیم بگیم. She looked weird with that terrible makeup on her face. اون دختر با اون میکاپ افتضاحی که رو صورتش بود خیلی عجیب غریب به نظر میرسید. Guys, my beautiful girls, please never wear your makeup in a way that makes you look weird. لطفا هیچ وقت میکاپتون رو توی طوری میکاپ نکنین که باعث بشه که weird یا عجیب غریب به نظر برسین. جمله‌ام چی بود؟ اینو بهتون گفتم که my beautiful girls، دختر خوشگل من، never wear your makeup in a way that makes you look weird. Never wear your makeup in a way that makes you look weird. هیچ وقت طوری آرایش نکنی که باعث بشه عجیب غریب به نظر بیاد. Number 8. Such a great word. چه لغت خوبی. Prominent. بچه گفتم تو American accent تو درس خیلی قبلتون درسم. وقتی انتی آخر لغت باشه معمولا American speakerها تلفظش نمی کنن. یعنی میگن prominent. حالا اینجوری شاید weird به نظر بیاد، ولی وقتی تو جمله بینید خودتون میبینید چقدر باحالتر و کولتر میشه. So, prominent is an adjective and it means well-known, famous, somebody who's so great in something or in a field. یه کسی که خیلی well-knownه، یه کسی که خیلی مشهوره، معروفه، یا توی یک فیلد، یک زمینه خیلی معروفه، خیلی مبتکره. My client is a very prominent businessman. دیدین چجوری بخوندم؟ My client is a very prominent businessman. Prominent businessman. مشتری من یک بیزنسمن یا فرد تاجر خیلی معروف و مشهور و مبتکر. Number 2. The government should be playing a more prominent role in promoting human rights. عجب جمله. ببینید باز government، بچه ببینید انتیش تیشو تلفظ نمی کنم. The government should be playing a more prominent role in promoting human rights. این جون میده واسه اسه تسک توه، یعنی رایتینگ تسک توه آیلتس که اسه هستش. میگه که دولت باید نقش مهمتر و اساسی تری رو و بهتر، ببین اینجا نقش مهم میده important. پس اگر برای فرد باشه هم میتونه معنی important well known famous بده، آدم معروف مشهور مهم. اگر برای یک چیز به کار ببریم، یک چیز دیگه، حالا هر چیزی که میخواد باشه، معنی مهم میده. So, the government should be playing a more prominent role in promoting human rights. دولت باید یک نقش اساسی و مهم رو بازی بکنه در پروموت کردن، در فرهنگ سازی کردن یا القای یا چه میدونم در اختیار گذاشتن human rights، قوانین انسانی.
یعنی دولت باید نقش خیلی اساسی و مهمی رو بازی بکنه که حقوق انسانی رو پروموت بکنه، به مردم یاد بده، گسترش بده، بهشون القا بکنه. پروموت کردن یه همچین معنیه و اینم لغت فوق العاده خوبی هست. خب کالوکیشن رو اصلا نگم براتون. To play a more، حالا اینجا مورش برای جمله اومده، مور رو فکر کنیم نیست. To play a prominent role یعنی نقش اساسی بازی کردن. To play a prominent role. مثلا For those who want to lose weight, diet plays a prominent role. برای کسایی که میخوان وزنشون رو از دست بدن، دایت یا رژیم غذاییشون نقش اساسی رو بازی میکنه. So to play a prominent role means نقش اساسی بازی کردن. خوراک آیلتس. Number 9. Security. Security means the feeling of being safe, or the چجوری بگم، the state of being safe، حالت امن بودن. در واقع ما معنیشو اینجوری تو انگلیسی میگیم definitionشو، ولی توی چیز توی فارسی به معنی امنیت هستش و یک noun هستش، یک اسم هستش. Our janitor likes the security of having all doors locked at night. Our janitor یعنی سرایدارمون likes the security of امنیت این که having all doors locked at night رو دوست داره، یعنی دوست داره که تمام درهای خونه رو برای امنیت ببنده. این معنی کانسپتشه، مفهومشه. لغت به لغتش میگه که سرایدار ما دوست داره امنیت بستن درها رو، همه درها رو در شب، یا قفل کردن همه درها رو در شب. ولی به معنی این هستش که سرایدار ما دوست داره که برای امن بودن تمام درها رو شب قفل کنه. اینجوری میتونیم معنی کنیم. گفتیم word by word بعضی وقتا عجیب قریب میکنه. Pablo wanted to preserve the security of his lifestyle. Pablo میخواست که preserve رو تو درس قبلشیم که گفتم عجب لغتیه، میخواست امنیت زندگیشو یا شیوه زندگیشو از هر گونه بدی به دور نگه داره، یعنی از هر گونه ضرر یا حفظش کنه، در امنیت نگه داره. البته امنیت معنی نمیده، اینجوری معنی کنیم که پابلو میخواستش که امنیت شیوه زندگیش رو مسئول نگه داره از هر گونه آسیب و چیزی، یعنی کلن مفهومش اینه که پابلو نمیخواست که امنیت زندگیش رو به خطر بندازه. میبینین این میشه معنی چیزش، مفهومش. ولی اگه لیترالی بخوایم معنی کنیم، یعنی لغت به لغت، اینجوری میشه که اول گفتن. So to preserve the security of his life. To preserve the security of his life میتونه یک کالوکیشن خوبی براتون باشه. The security of something. میبینیم بچه اینجا the security of his lifestyle. The security of having all the doors locked. پس the security of something یعنی امنیت چیزی. Number 10. تن خیلی براتون استفاده کردم. Bulky. If we use this word or if you use this term for a person, means a person with huge muscles. But if you use it for things and objects, means massive, large, big, in a big size. اگر bulky رو برای انسان به کار برمیاری، کسی که ماسلای بزرگی داره، bulky مثلا he is a bulky man، اون یک مرد اینجوری عضلاییه، نه که عضلاییه مثلا اینجوری، عضلاتش بزرگی obvious. اگه برای shape کار بریم یعنی massive, big, large، بزرگ. Charlie اون پکیج بزرگ رو، جاگیر رو از ماشین خارج کرد. So جاگیر بزرگ آسون بود. Number 11. Just look at this beautiful word. Reluctance. Guys, reluctant is a very practical and good adjective, and it means unwilling, or when you are in a dilemma. To be in a dilemma یعنی دو دل بودن. Unwilling بودن یعنی متراقب چی نبودن؟ وقتی یه چیزی ترغیب نداری یه کار رو انجام بدین، میگیم دو دلی دیگه. یا مثلا تو دوراهی بودن، یا
دوست نداشتن نمیتونیم معنیش بکنیم. ببینیم چی معنی میده دیگه. I'm reluctant to marry him. دو دلم که باهاش ازدواج کنم. I'm reluctant to marry him. دو دلم که باهاش ازدواج کنم. She persuaded her reluctant husband to take a trip with her. She persuaded her reluctant husband to take a trip with her. میگه که اون متقاعد کرد همسر دو دلش رو، همسر بیمیل، آخ این لغته بود، بیمیلش رو که باهاش بیاد سفر. پس چی گفتم؟ بیمیل، دو دل، تو دوراهی بوده. unwilling یعنی همون بیمیل. بیمیل نامتراقب میتونیم بگیم، یا کسی که ترغیب نداره یه کار رو انجام بده. نمیدونم چی میگیم دیگه، نامتراقب یا هرچی، whatever I don't care. بچه جدی میدونیم بعضی وقت چرا معنی فارسی به ذهنم نمیاد؟ نه که مثلا فارسی رو forget کرده باشم، نه مثلا از این آدم نیستم اتفاقا، به خاطر اینکه من همیشه سعی میکنم لغت‌ها رو تو کانتکست یاد بگیرم و دفینیشن بخونم و هیچ وقت نمیام معادل سازی کنم با فارسی. واسه همین واقعا بعضی وقتا کاملا لغت رو بلدم، همه جور، یعنی میتونم نونش کنم، ادجکتیوش کنم، وربش کنم، ادوربش کنم، ولی واقعا فارسیش اون لحظه تو ذهنم نمیاد. بعد جمله رو بخونم، دیدی اینو خوندم یادم اومد. ولی اینم میخوام به شما بگم، یعنی واقعا I want to convey this information to you، میخوام اینو به شما منتقل کنم که این کار خیلی خوبه ها، وقتی یه لغت رو میخونین دیپ داون میدونین معنیش چیه ولی فارسیش رو نمیدونین، این یعنی یه حس خوب، یعنی که به به اون لغت رو عالی یاد گرفتین. حتما نباید فارسیش رو بلد باشین، اینی که بلدش باشین تو انگلیسی چجوری بکار برای صدها بار میارزه به اینکه معنی فارسیشو بلد باشین. و این یک حالت خوبه، اگر به این حالت رسیدین بدونین که واقعا you're doing a great work، دارین این کار خیلی خوب انجام میدین. And the last word is obvious. Obvious is an adjective that means when something is obvious, it's clear. You can see it clearly without any problems. وقتی یه چیزی obviouse، یه چیزی مشهوده، خیلی راحت میتونی ببینیش یا احساسش بکنی. حالا میتونه یه feeling باشه، یه شی باشه، هر چیزی باشه. نگاه کنین. It's obvious that he's such a prominent doctor. It's obvious that he is such a prominent doctor. کاملا مشهوده، کاملا واضحه، کاملا کلیره که اون یک دکتر خیلی مهم و معروفه. بچه ها کالوکیشنی که براش بکار منیم اینه. It's obvious that blah blah blah. It's obvious that you guys are awesome. این کاملا مشهوده که شما بهترین هستین مثلا. خب I know you don't like him but please don't make it obvious. I know you don't like him but please don't make it obvious. میدونم از اون خوشت نمیاد اما تابلوش نکن، میتونیم اینجوری معنی کنیم، اما یه کاری نکن بفهمه، اما تو صورت نشون نده، واضحش نکن. ببین آکن literally meaningش، دونه به دونه، لغت به لغتش، یعنی واضحش نکن، نشونش نده. اما اگه بخوایم کلا کانسپتش رو بگیم، مفهومش رو بگیم، یعنی زایش نکن. Don't make it obvious. Make something obvious. یه چیز رو زایه نشوندن، تابلو نشوندن. و بالایی هم بچه I'm sorry, I forgot to tell you the collocations. یادم رفت که collocations رو بهتون بگم. To be reluctant to do something. I'm reluctant to marry him. To be reluctant to do something. یعنی دو دل بودن که این کار رو انجام بدن. I'm reluctant to take this trip. من دو دلم که این مسافرت رو برم. و reluctant person یعنی یک فرد دو دل. خب و اما قسمت سورپرایز. سورپرایزی که براتون دارم این هستش که اگر بچه هایی که تمرین های اینو میرن از چنل تلگرام برمیدن تو فایل پی دی اف انجام میدن، دقت کردن که یه متنیه که تو اون متن تمام این 12 تا لغت استفاده شده. اما من برای این که علاوه بر یادگیری لغت ریدینگتون هم خوب بشه، آخر هر ویدیو از این به بعد، یعنی از اپیزود 8 به بعد، تصمیم گرفتم که اون متن رو بیارم داخل ویدیو به شما نشون بدم و از روش بخونم و کاربرد لغت ها رو کاملا توش ببینین و براتون مشهود باشه. پس بریم با هم ببینیم و گوش کنیم. The guitar. It's impossible to exaggerate the popularity of the guitar. One out of every 4 amateur musicians in the United States plays the guitar. Even a mediocre player can produce a variety of music with this unique instrument. Trying to find valid reasons for the guitar's ability to survive through the years isn't hard. One weird theory by a prominent musician states that guitarists find security hiding behind the bulky instrument, but most people are reluctant to accept this idea
because there are more obvious reasons for playing a guitar. It can be carried anywhere. It is inexpensive to buy. Only a few lessons are required to learn to play it well. خب بچه ها اینم از ویدیو امروز، امیدوارم لذت برده باشین، حال کرده باشین. لطفاً پاراگراف های خودتون رو بسازین، مثل همین پاراگرافی که الان دیدین. سعی کنین که همه لغت ها یا حداقل مثلا 5 تا 6 تاشو توی پاراگراف به کار ببرین. بچه های خیلی باحالی داریم که میان زیر 504 ما کامنت میذارن، نگم مثلا چه جمله هایی میسازن. شما سعی کنین مثل اونا باشین. Just keep practicing، به تمرینتون ادامه بدین. Don't let down، ناامید نشین. Don't be shy، شرمنده نشین که اگه اشتباه باشه چیکار کنم. It doesn't matter at all، واقعا اهمیت نداره. اگر که اشتباه کردیم دیگه، come on، people make mistake، واقعا آدما خطا میکنن دیگه. So just don't worry. و اینکه عکس تخته ها رو میتونید از چنل تلگرام بردارید. آقا چنل تلگرام کجاست؟ لینکش توی دسکریپشن یوتیوب هست، میتونید از اونجا بردارید. و اگر نظری دارین لطفاً بفرمایید، به من بگین. و مثل همیشه حرف آخر، لطفاً اگر موضوعی هست که دوست دارین ما براتون تدریس کنیم، حتماً به من بگین که من اون ویدیو رو براتون آماده کنم. Till another video، take care، see you soon and bye bye.